بینندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. چهارشنبه است و دوم ماه مارچ سال 2016 میلادی و برابر با 12 اسفند ماه 1394. اجازه بدید هم از آقای تیمسار آریانپور تشکر کنم، هم از آقای سرهنگ دکتر عقیلی پور و پیام هایی رو که این دوستان ارسال کردن برای شما پخش کنم یا بخونم تا در جریان باشید. همونجوری که میدونید یک دوستی لطف کرده بود، پیغامی گذاشته بود در رابطه با انتخابات آمریکا و وقتی که من در مورد اون صحبت کردم بعد ایشون گفته بود که از آقای آریانپور و آقای عقیلیپور هم بپرسید نظراتشون رو و آقای عقیلیپور لطف کردن حدود 7 دقیقه و نیم پیغام گذاشتن، خیلی قشنگ توضیح دادن ماجرای انتخابات، دموکراسی چی شد که انسان بعد از این همه سال به اینجا رسید و چی شد که خودش با دست خودش داره این دموکراسی و انتخابات رو خراب میکنه و از بین میبره. دیگه بدترین حالتش رو شماها الان در آمریکا شاهد هستید. همین دیروز اینجا رای گیری بود، ما هم با وجودی که میدونستیم برنی، آقای سندرز شانس آنچنانی نداره چون پول نداره، رفتیم و تلاش خودمون رو کردیم و از 11 تا ایالت ایشون 4 تاش رو برنده شد، 7 تاش رو خانم هیلری کلینتون و در قسمت جمهوری خواهان هم 7 تاش رو باز آقای ترامپ و 4 تاش رو اون افراد دیگه. البته ناگفته نماند که هنوز 35 تا ایالت دیگه باقی مونده و ممکنه حزب جمهوری خواه آمریکا مجبور بشه اصلا روشش رو عوض کنه به خاطر اینکه خودشون هم از دست این ترامپ عاجزن و نمیدونن به کجا داره این حزب رو، حزب جمهوری خواهان رو میبره. خب بهتر از همه چیز اینه که به صحبت‌های آقای سرهنگ عقیلی پور گوش کنیم و پس از اون هم نوشته ای رو که آقای آریانپور لطف کردن فرستادن برای شما میخونه. پس ببینیم و بشنویم صحبت‌های آقای سرهنگ عقیلی پور. جناب آقای استرابی، با احترام، کلن عقیلی پور هستم. ایمیل شما رو دیدم که یکی از شنوندگان محترم در برنامه 29 فوریه خواسته بودم که من هم نظر خودم رو درباره انتخابات آمریکا بیان کنم. یک سال بعد از انقلاب بود که رادیوی تفن فرانسه توی مصاحبه ای از من سوال کرد حالا که پرزیدندگان جمهوری خواه آمده امید تازهی برای اپوزیسیون ایرانی ایجاد شده؟ پاسخ دادم این باور پوچیه که با شوهای رسانه‌ای به خورد مردم ساده دل میدن. از نظر من فرق بین جمهوری خواهان و دموکرات ها در آمریکا مثل فرق بین پپسی کولا و کوکاکولاست، یا در ایران مثل فرق حمام سیاهان و حمام سفیدان در ایرانه. شوهای تئاتر انتخابات فقط برای سرگرمی مردم به پا میکنن، اما در ایران امروز، البته مطلب اون روز به ایشون گفتم، انتخابات از همه کشورهای دنیا آزادتره چون میلیون ها دلار یا میلیون ها اورو از بودجه کشور رو خرج تبلیغات نمی کنن. میگن بروید به هر کی میدارید آزادانه رای بدید، وظیفه ملی و تکلیف شما، تکلیف شرعی شما اینه که برید رای بدید. وظیفه دولت هم اینه که هر کی دلش خواست و مصلحت دید از صندوق خارج کنه، اینه که در اونجا آزادتره انتخابات. امروز در جهان انتخابات نه اونی که آرزومندانش بود. متفکران بزرگ تاریخ همانند افلاطون و ارسطو
چی میگفتن آرزوی چی بود؟ میگفتن که باید مغز متفکر و هوشمندی در اشخاصی باشه که به جای زور با زور به جای زور بازو و شمشیر حکومت و جهان اداره کنه. قرنها طول کشید تا 227 سال قبل افکار بزرگ ژان ژاک روسو و سایر متفکران فرانسه به دنبال این آرزو تحقق یافت و انقلابی وجود اومد که جهان رو دگرگونش کرد و قرار شد که مذهبیون بساط خودشو جمع کنن، به کلیسا و به معابد برن تا برابری آزادی برقرار بشه و هر کس با یک رأی به کسی که باور داره رأی بده، به این طریق بشه دموکراسی رو برقرار کرد. امروز این آرزوها هم برباد رفته. در کشورهای به اصطلاح دموکراسی هر دلار یا هر اورو یک رأی به حساب میاد. مردم رو در برابر دو تا حزب یا دو نفر قرار میدن که هر کس بیه که از این دو رأی بده. اگر در کشوری میلیون ها مردم سرخورده بگن که چون نیک بنگری همه تزویر میکنن، من نه اینه میخوام نه اونه میخوام، چنین آدمی خوب حق رأی دادن نداره، اصلا حق شهروندی هم نداره. در آمریکا به نظر میرسه که معیار انتلکتوئل و هوشمندی به حساب نمیاد. برای اینکه ناظر بودیم دیدیم که آقای الگور که از تعداد شمارش آرا برتری داشت با سرهم بندی جایشو به چه کسی دارم. شنونده این محترم، ضرر ناشی از این انتخابات آمریکا رو که هر کدام ببرن گفتم که بین 50% و 100% برآورد کردن. از نظر کلی درست گفتن، هر کدام مسلط شدن ما رو خواهن کشت. یا اگه کسی 10 گرم سیانور بخوره یا کسی 100 گرم سیانور بخوره نتیجه یکیه. در جهان امروز ما صدها و هزاران انسان در بدبختی، درموندگی و جنگ هایی که براشون درست میکنن باید دست با بزنن و تعدادی ستمگر و ظالم در عیش و نوش و ثروت معتبر باشن و به نام دموکراسی بدون شرم و حیا بگن که هر حق را از دهان توپ باید شنید. مردم کشور ما و کشورهای همانند ما اگر دل خوش باشیم که اگر این بیاد بهتره یا اینکه آن یکی بیاد بهتره، خودمون رو فریب دادیم. مگه همین جمهوری خواه نبودن که حکومت قانونی و ملی قهرمان تاریخ ما دکتر مصدق رو با همکاری خائنین داخلی و مذهبیون سرنگون کردن؟ اما با همه پشتیبانی از حکومت دست نشونده و چپاول سرمایه های ملی ما نتونستن بیش از 25 سال حکومت جاورده بودن نگهدارش کنن. نتیجهش فروپاشی دارالسلطنه پهلوی ها شد و اداره مملکت به دست مذهبیون افتاد. حالا باید آرزو داشته باشیم تا نظر و پیشبینی ایرج میرزا جامعه عمل نپوشه که گفته بود تا که در ایران است ملا و مفتی به روز بدتر از این هم میفتی. در مثال از گذشته ها داشتیم شنیده بودیم که میگفتن کوسه و ریشمند نمیشه، ولی عملا دیدیم که شد. بعد از فوت آیت الله خمینی، رفسنجانی که ریشی نداره، جناب خامنه‌ای با انبوه ریششو به درجه آیت اللهی و به مقام بزرگ سر امهمداران رسوند. حالا اومدن خودی ها رو به دو دسته تقسیم کردن، رفرماتورها، اصلاح طلبان و انتگریست ها یا اصولگرایان. مردم ایران و دنیا رو سرگرم این بازی کردن. در آمریکا هم هر کدوم پیروز بشن طرح و برنامه کلی اونا یکیست، برای ما فرق نمی کنه. در نفلوشاتو جمع شدن و گفتن با جنبش سراسری در ایران الان دیگه اداره کشور از دست شاه خارج شده، دیگه آینده شاه نداره در ایران. دنیای غرب باید به فکر منافع خودش در این منطقه خاورمیانه باشه و هر کسی که الان بخواد به قدرت برسه باید به او همکاری کنیم. ولی در حال حاضر مذهبیون دست بالا رو دارن،
باید با آنها بسازیم و دیدیم ساختن و چه کردن. لذا به شنونده محترم یادآور میشم که امیدی نباید بس که چه کسی در آمریکا موفق شود، چه علی خواجه چه خواجه علی. فکر آن روز باش که میگویند خواجه از عالم فنا رفته. سپاسگزارم. خب ممنون از آقای دکتر عقیلی پور و دیگه فکر نمی کنم بهتر از این کسی میتونست برای ما توی 7-8 دقیقه این ماجرای انتخابات در دنیا رو، نه فقط در ایران، در دنیا رو توضیح بده. و اما آقای آریان پور هم لطف کردن نوشته ای فرستادن، ببینم که بله نوشتن که لطفاً به جواب من که به همراه هست توجه فرمایید. ارادتمند هوشنگ آریان پور. آقای سوربی مدیر تلویزیون مردم، نوار صوتی این هموطن گرامی را که برای شما ارسال شده بود گوش دادم. هموطن ما ناراحت شده بودند که چرا جناب عالی از دموکرات ها چون خانم هیلری کلینتون و برنی ساندرز دفاع کرده و شاید هموطنان را تشویق کرده اید که به دموکرات ها رأی بدهند. هموطن گرامی پس از 37 سال زندگی کردن در کشورهای دموکرات جهان هنوز هم جناب عالی به یکی از اصول مهم حقوق بشر پی نبرده اید که ماده 19 میگه هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و استرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. همینجا جا داره که من از اون دوست که پیغام گذاشته بود دفاع کنم. حالا خودش اینجا نیست ولی وجدان آدمی باید درست قضاوت کنه. ایشون به نظر میرسه که من هم همین برداشت رو کردم، ولی بعدن ایشون توضیح داد، گفت که هر کسی آزاده هر رأی و اینها، و به نظر ایشون میاد که اونای دیگه 100% 90% خراب میکنن و آقای ترامپ حداقل 50% خراب میکنه. یک، هموطن گرامی ما، شما آماری را شفاهن ارائه کرده و با اطمینان بیان کرده اید که انتخاب خانم هیلری کلینتون 90% و انتخاب برنی ساندرز کمی کمتر به ضرر ایران و ایرانیان خواهد بود، و در حالی که ضرر دونالد ترامپ و دیگر جمهوری خواهان کمتر از 50% خواهد بود. باید از ایشان سوال نمود این آمار را از چه طریقی با این اطمینان به دست آورده اید. آیا ایشان ارتباط نزدیکی با سازمان‌های آمارگیری آمریکا دارد؟ و اگر چنین است از کدام سازمان چنین آماری را که رسما منتشر کردهاند استخراج کردهام؟ از نوع ضررها و زیانهایی که با انتخاب یکی از دموکراتها و یا جمهوری خواهان ممکن است به ایران وارد شود ذکری نکردهام. چرا برای نمونه به یکی از این ضررها که پس از انتخاب به یکی از این افراد به ایران وارد خواهد شد اشاره‌ای نمی‌کنید؟ در دوران 57 ساله حکومت و سلطنت دو پادشاه پهلوی و در 37 ساله گذشته رژیم جمهوری اسلامی کشورهای خارجی خاصه ابرقدرت‌های زمان یعنی انگلیس، روسیه، آمریکا، فرانسه و حتی کشورهای کوچکی چون ترکیه، عربستان و شیخ نشین‌های یک وجبی شتر سوار دیروز خلیج فارس و سلاطین تازه به دوران رسیده امروزی هر کار خلافی که قادر بودند بر سر کشور ایران وارد کرده و میکنند. حالا شما هموطن محترم ترستان از این است، از وارد شدن ضرر و زیانهای دیگری است و لذا نظرشان این است که انتخاب آقای دونالد ترامپ میتواند برای ایران کم ضررتر باشد، در حالی که اگر این هموطن به اظهارات و مصاحبات و نظرات آقای ترامپ معلوم الحال در این چند ماه گذشته گوش فرا می دادن شاید پی می بردن که ترامپ با اظهارات سراپا دروغ و خود بزرگ بینانه و کلمات رکیک و رفتار بی ادبانه و تهمت‌هایی که نسبت به دیگر کاندیدای انتخابی زده و میزند که مرا به یاد لات‌های چاله میدان کشور خودمان از جمله شعبان بیمخ
یا همان شعبان تاج بخش می اندازد، ضررش در حدی خواهد بود که قابل تصور نخواهد بود. چنانچه ترامپ در نظر دارد پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری آمریکا بلافاصله به اقدامات مشروع زیر دست بزند: اخراج کلیه اقلیت‌های نژادی آمریکای مرکزی و جنوبی که حتی شهروند قانونی کشور آمریکا هستند، دیوار کشیدن در امتداد مرزهای مشترک آمریکا و مکزیک، جلوگیری از ورود کلیه مسلمانان جهان به داخل آمریکا و اخراج آنهایی که در آمریکا اقامت دارند، تخریب کلیه مساجد مسلمانان از طریق شروع جنگ و حتی به کارگیری سلاح هسته‌ای، اشاره به نابودی کشورهایی چون ایران، کره شمالی، چین و دیگر کشورها می کند. از هموطنان ایرانی سوال کننده باید پرسید چرا کشورهای بسیار کوچکی چون سوئیس، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ، پرتغال، سنگاپور، نیوزلند و غیره در طول تاریخ کمتر مورد ستیز و دشمنی کشورهای ابرقدرت قرار گرفتند، در حالی که موجودیتشان از لحاظ اقتصادی به مراتب در جهان مؤثرتر از ایران بوده است، در حالی که کشور ایران ما قرنهای طولانی است مورد توجه سایر کشورهای جهان قرار داشته و سعی در نابودی کامل آن داشته و دارد. لابد جواب خواهید داد که چون ایران نفت و گاز دارد و از دید کشورهای ابرقدرت طعمه بسیار خوب و پرمنفعتی بوده است، پس به این علت است که ایران همیشه مورد توجه دیگر کشورها قرار داشته است. جواب من به شما و دیگرانی که طرز فکرشان مشابه شماست چنین است: من فکر میکنم همگی شماها در اشتباهید، چون نفت و گاز در قرن بیستم در کشور ما کشف شد و قبل از آن کشور ایران یکی از فقیرترین و عقب افتاده ترین کشورهای جهان بود و در 200-300 سال گذشته بخش عظیمی از سرزمینهای حاصلخیز کشورمان را در شمال و شرق و غرب کشور از دست دادیم. ضمناً با وجود آنکه در سال 1330 نفت ایران ملی شد، میانگین درآمد ایران از لحاظ فروش نفت از 1,000,000 لیره انگلیسی در سال نیز کمتر بود و ایران درآمد ناچیز دردی از دردهای فراوان کشورمان را درمان و این درآمد ببخشید و این درآمد ناچیز دردی از دردهای فراوان کشورمان را درمان نمی کرد. تنها از سال 1346 بود که تا حدی در درآمد نفت بالا رفت، ولی در کمتر از 10 سال با سیاست‌های غلط و بزرگنمایی‌های دیوانوار رهبر خردمند ایران شاهنشاه آریامهر با دست‌های مبارکشان خودشان گور خودشان و کشورشان را کنده و ملت ایران را به این روز سیاه نشاندند. خب هموطن گرامی، به من بگویید چرا رئیس جمهور آمریکا باید دلسوز کشور ما و مردم کشور ما باشد؟ در حالی که ما میلیون‌ها ایرانی به جای کوشش و ایثار جان و مال برای رفع مشکلات کشورمان، چشم امید به دیگر کشورهای چپاولگر جهان دوخته ایم که برای رفع مشکلات ما ایرانی‌ها دست به کار شده و ما فقط از دور ناظر آن باشیم. باش تا صبح دولتت بدمد، کین هنوز از نتایج سحر است. ممنونم از آقای آریان‌پور. و اما امروز این آقای علی شیرازی یک ویدیویی رو فرستاد برای من که آقای بیژن فرهودی با آقای عبدالرضا انصاری که گویا ایشون مسئول جشن‌های 2500 ساله بوده صحبت کردن و جالبه اینایی که دروغ میگن، اون وقتا میگفتن دروغگو کم حافظه است، حقیقتش کم حافظه نیستن، باید اگر میخوان دروغگوی خوبی باشن زیادتر از مردم معمولی حافظه داشته باشن و فشار بیارن به مغزشون. همین آقای علی آقای شیرازی، همین آقای عبدالرضا انصاری توی همین مصاحبه‌ای که با آقای بیژن فرهودی کرده، و بیژن فرهودی خب درسته تو وایس اف امریکا 25 سال 30 سال کار کرد، ولی خبرنگاره، ژورنالیستی نیست که خبر رو وقتی یکی بهش میگه بگه بابا اینجاش دروغ داری میگی، میاد مصاحبه انجام بده، یه پولی هم از کیهان لندن میگیره و میره. و دیدید اینجا حتی آمده بود به من میگفت که اگه میشه تو تلویزیون مردم به ما یه پولی بده. گفتم قربونت برم، ما خودمون 8مون گرون 12 است. اگه شما فکر میکنی کسی برای برنامه‌های شما ارزشی قائله،
بیا برنامه بذار، اگه پولی در آوردی شما به ما پول بده، که یکی دو بار کرد و برنامه پولی هم در نیاورد و رفت به سراغ کیهان لندن که احتمالا اونها از یه جایی درآمد دارن. آقای فرهودی، آقای علیرضا انصاری خودش میگه اون موقع گلستان بود و اینجور بود و اینجور بود. چند دقیقه که میرید جلو، وقتی که میگید نقل جشن های 2500 ساله چطور شد که اینها تو چادر برگزار شد، گفت آقا ما راه افتادیم شیراز همه جاش مخروبه بود، خراب بود. دوستان این مال سال 1350 و اینها هست، آخرای دوره شاه. 30 سال شاه حکومت کرده، 20 سال پدرش یا 16 سال پدرش، اینا حالا میخواستن جشن برقرار کنن، میرن شیراز، شهر گل و بلبل، شیراز که زمانی پایتخت ایران بوده، میگردن این هیئت مفتخوری که آمده بودن، میبینن همه جاش خرابه است، فقط یه هتلی به نام هتل کوروش اینم دارن بیماهن جوش میدن، خبری نیست. را میفتن میرن به طرف تخت جمشید که چه خاکی بر سرمون بکنیم، حالا ما یه حرفی زدیم ولی توش موندیم. میگه آقا جاده هم خراب داغون، رسیدیم اونجا گفتیم چه کار کنیم، اینجا هم که یه دشتیه هیچی نیست. دوستان به دقت توجه کنید، علی آقای شیرازی میدونم شما هم دقتت زیاده، ولی این رو دقت کنید، کسی که چند لحظه پیش داشت میگفت که همه ایران آباد و آزاد بود، خودش الان میگه شیراز، شیراز که یکی از اصلا پرسپولیس با شیراز عجین هست و اینها، میگه خرابه بود و ما مجبور شدیم. یه نفر رفت غرب، رفت خارج، از اونجا که آمد گفت بله ما با شرکت مکسیم صحبت کردیم، شرکت مکسیم میاد برامون چادر میزنه، روی این چادرها رو یه پلاستیکایی میندازه که قشنگ باشه و این پول و اون پول. بعد اینا میگه که ما یه مقدارم پول اضافه آوردیم، بعد میگه اون پول رو میخواستیم مدرسه بسازیم، بعد اعلیحضرت گفت نه مدرسه نسازید، بدید به مسجد، یه مسجد بسازن. دوستان تو رو خدا، شاه اللهیا، شما بیشتر توجه کنید، شما هستید که توی این خانواده شاهی پادشاهی کردی و پدرتون بی‌لیاقت بوده، پدرتون شما رو انداخته الان دست شوهر ننه و رفته، ما که از اول نه می‌خوردیم نه کاری داشتیم نه تو خانواده اینها بودیم. شماها که در به در شدید، بی پدر شدید، یتیم شدید، شماها باید بگید بابا این پدر پدر خوبی نبود، این پدر پدر دلسوزی نبود، من نباید اینجا گلومو پاره کنم. بگذاریم جشن های 2500 ساله شاهنشاهی افسانه در برابر واقعیت، انحطاط و سقوط. در این رابطه من یه فیلمه که همینو مصاحبه میکنه و این رو فکر کنم آقای حسن امینی نوه اون دکتر امینی ساخته، که ایشون هم میگن وزیر خوبی بوده، ولی به اصطلاح خب وقتی حرفا رو بزنی کسی عمل نکنه دل سرد میشه میری دنبال کار زندگی. در صورت نوه این آقا رفته این فیلم رو ساخته، با همه مصاحبه کرده از جمله با خود این آقای عبدالرضا انصاری، بعد چون دیده این یکی از اونایی بوده که خورده و برده و حالا برای خودش دیگه مغزش درست کار نمیکنه ولش کرده، ولی نظرات دیگران رو گذاشته، میگن آقا اینجوری بود اونجوری بود، این مثلا مزخرف بود، این نمایش مسخره ای بود. مثل این باشه که من اینجا تو تلویزیون بیام بگم آقا من درآمد ندارم کمک کنید، بعد شما هر شب ببینید من تو کازینو و این ور اونور دارم قمار میکنم، خب نمیخونه. به قول آقای مصطفی زاده میگه شما قشنگ میگی نمیفهمم یا این نمیخونه، این نمیخونه با هم. اینم از این ماجرا. و اما این فیلم رو من امروز بعد از برنامه خودم نشون میدم و تا روز جمعه هم میذارم باشه. اگه شماها دوست دارید، دوستان شماها هم میتونید فیلم هایی رو که مایل هستید، حتی فیلم های سینمایی ایران، دیروز یه نفر یا پریروز بود به من تماس گرفت، 30 دلار 40 دلار نمیدونم چقدر فرستاده بود، و این فیلمی رو که نهنگ و انبر یا هم چیزی ما براشون گذاشتیم و پخش کردیم. ضمناً ممنونم از اون دوستی که 30 دلار مانی اوردر فرستاده. باورتون میشه حتی مانی اوردر رو وقتی میخوای با این تلفن ها دیپازیت کنی به حساب بانکیت، نوشته های چاپی پست آفیس رو هم نمیتونه بخونه، یعنی اینها هنوز در مراحل اولیه خود هستن. خب دوستان امروز دوم ماه مارچ هست، میدونید که 8 ماه مارچ روز جهانی زن هست، پیشا پیش تبریک میگیم، امیدواریم یه روزی
بیاد برسه که هر روز روز زن باشه. همونجوری که آقای دکتر افشارها میگه ما نباید یک روز روز پدر داشته باشیم، یک روز روز مادر داشته باشیم، یک روز روز نمیدونم انسانهای شریف داشته باشیم، یک روز روز زن داشته باشیم، هر روز باید روز اینها باشه. و اما یه دوستی داریم به نام آقای حسین مختار زیبایی، ایشون حقوقدان هستند، دکترا دارند در علوم قضایی و شما چندین برنامه از ایشون توی تلویزیون مردم دیدید. امروز برای من چیزی نوشته، من نوشتم آقا مثل که جونت میخواره ها، دود میخوای این خانما بیان کتک سیری بهت بزنم. ایشون نوشته که دوستان من دارم نامه ایشون رو میخونم ها، بذارید فردا نگید که سربی اینجور گفت. توی مقاله ایشون نوشته که به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، 2 مارس 2016 میلادی، تیتر برنامهشون یا تیتر مقالهشون هست زنها هیچ وقت آدم نبودند. از نظر من به طور کلی زنها هیچ وقت آدم نبودند، آدم نشدند و آدم نخواهند شد. شما چی فکر میکنید؟ ضمناً به خبر زیر نیز توجه کنید. آیا زن انسان است؟ در پی اعلام برگزاری دوره‌ای در آکادمی آموزش و مشورت‌های عربستان با عنوان آیا زن انسان است؟ بذارید من این مقاله رو بهتون نشون بدم که یه وقت من جابجا میخونم. آقا جمشید چی شد قربان؟ قرار شد شما به ما بگید در دقیقه چند ما اشتباه گفتیم، شما هم رفتی و اثری ازت نیست. اب نداره، ما عادت داریم که هر وقت حق با ما بوده طرف برای مدتی غیب میشه. در پی اعلام برگزاری دوره‌ای در آکادمی آموزش و مشورت‌های عربستان با عنوان آیا زن انسان هست، جنجال گسترده‌ای در میان فعالان پایگاه‌های اجتماعی به پا شده و این دوره واکنش‌ها و خشم مردم را برانگیخته است. فعالان پایگاه‌های اجتماعی تصویری از تبلیغ دوره ارائه شده توسط آکادمی آموزش و مشورت‌های عربستان را منتشر کردند که این دوره آموزشی نام آیا زن انسان است دارد و فهد الاحمدی یک مربی اداره این دوره را بر عهده دارد. این جنجال تبلیغ گسترده‌ای را برانگیخته است و برخی آن را اهانت آشکار به زن دانستند، ایشون نشته دادند. کاربران اجتماعی نیز مخالفت خود را با عنوان این دوره آموزشی ابراز و آن را اهانت به زن و بی احترامی به او به شمار آوردند. برخی دیگر نیز طرح این سؤال و صاحب این دوره آموزشی را به باد تمسخر گرفتند. واکنش ها این دانشگاه را واداشت تا توضیحاتی در این خصوص ارائه دهد. این مطلب در ایسنا منتشر شده است. حالا امیدواریم که خود آقای حسین مختار زیبایی حالش خوب بشه و بیاد برای شما در این رابطه صحبت کنه، اگرم قبل از 8 مارس یا مارچ که دیگه بهتر. و اما ببینیم پیام ایشون رو، پیام بیننده ای رو درباره آقای اوسانلو ببینم که این بله اینجاست. خب بیننده ای عزیز لطف کرده به نام رسول اگه اشتباه نکنم، بشنویم با هم. سلام عرض میکنم جناب آقای سوردی، من رسول هستم از بیلیگو کالیفرنیا. خیلی ممنون از برنامه‌تون. من در خصوص برنامه قبلی شما با آقای اوسانلو چند نکته رو میخواستم خدمتتون عرض کنم. اولا خیلی ممنون که ما ایشون رو دعوت کردید، سالها بود ما اسم ایشون رو میشنویدیم به عنوان کارگر. والا حقیقتش من قیافه ایشون رو که دیدم امیدوار شدم، گفتم شاید کارگرهای ایرانی هم همشون مثل ایشون گردن کلفت و سرحال و با همه تشکیلاتی که ایشون دارن. ایشون بیشتر قبل از این که من رو به عنوان کسی که میخوام رأی بدم هدایت کنن، پنداری کارنامه کاریشون رو داشتن ارائه میدادن، مثل این که مثلا من بهشون یه حقوق میدادم،
ایشون هم داره من میگه من این کارا رو کردم و میخوام بکنم، یا من مثلا هوم دیپو بگه ما حراج داریم شیرنگ و شیر آب و نمیدونم ایتر رو حراج کردیم، من برم هوم دیپو عوض این که من نشون بده ایتر کجاست توضیح بده که ما میخوایم این بق رو عوض کنیم، سال دیگه میخوایم این رو اکستند کنیم. بعد ایشون صحبت کرده در مورد یه وکیلشون در نیویورک که از نظر حقوق بشر که ایشون گارانتی داده اشکال نداره، میتونه که یه نفر رو از راه دور انتخاب کنه، نامینیت کنه به قول من. خب چشم ما روشن، پنداری ما کم داشتیم نفرادی که نامینیت شدن. حالا ایشون میگه دارم که خود نام خبر ندارن در خواب هستن نامینیت کنه. در مورد چهارشنبه سوری هم این مهمانان عزیز ما در ایالات متحده دیگه از خواب بیدار، اینی که یکی بگه عوض اینکه قاشق بزنیم کاسه بزنیم که میدونن دیگه تو سرتون بزنیم و اینا دیگه اینا فهمیدن. مثل اینمونه که من بگم آه به مردم آمریکا توضیح بدم من به شما دستی دیدم شب کریسمس بغل درخت کادوهاتون رو بپیچیم بزنیم. یه توضیح هم در مورد تیم گوگل دادن، نمیدونم والا بازیت ایشون چقدر پول ایشون چقدر که با تیم گوگل کار میکنن. خلاصش خدمت شما بگم، شما خیلی خلاصه در آخر برنامه گفتی، من این صحبت شما نمیگم، منظور شما اگر درست فهمیده باشد در یک ده آباد بهتر از صد تا شهر خراب. یک کار شما درست انجام میدید، اینی که چهارشنبه سوری و پنج آذر چی کار بکنیم و هفته دی چی کار بکنیم و چهار دی چی کار بکنیم. خلاصه من از شما خیلی متشکرم که این افراد رو بیارید که اون تصوری که من از یک کارگر کرد نمیدونم ایشون اتوبیس دیده کجا بود داشتم، معذرت میخوام، ایشون به نظر من خیلی شبیه این کسایی هستن که تو کالیفرنیا چه کبابی داشتن. خیلی متشکرم آقا، من هم از شما ممنونم. اجازه بدید من از آقای اوسانلو دفاع کنم چون خودم هم یک کمی توپل و سرحال هستم. ببینید بعضی وقتا واقعا میگم، من اتفاقا توی دو سه روز گذشته دو سه نفر، یعنی یکیش جمعه شب بود، یک دوستی از ایران آمده بود تا من دید گفت ماشاءالله چاق شدی، یا گفتم چه خوب شد شما، من گفتی چون چند مدت ما تو خونه آینه نداشتیم میخواستم یه دوستی رو پیدا کنم ازش بپرسم چقدر پهن‌تر شده. یکیش هم روزی که رفتم روز یه شنبه برای دیدن اون نمایش، باز یه دوست دیگه‌ای که توی کارهای تلویزیونی هم هست گفت ماشاءالله توپر شدی، یا گفتم ما هم توپریم هم بیرون پریم، ولی این اون وقتا چاقی نشونه سلامتی بود. حالا از اینکه شما به قیافه قضاوت میکنید، من یک کمی باید گله کنم از شما و این کار رو باید کنار بذاریم. حالا گیرم که ایشون چلو کبابی کالیفرنیا مثل اونها باشه، اونها بنده خداها زحمت میکشن و یه چیزی رو من میدونم به تجربه دیدم، اینایی که خودشون رستوران دارن و چلو کبابی دارن اینها بعضی روزا واقعا نونم نمیخورن، یک کم ماست فقط میخورن، این بوی کباب و چربی و برنج و اینها اصلا از صبح تا شب اینها رو چیز کرد و بعضی ها کلن چاقن. من یه عکسی دارم که من 2 سالم بوده، داداش بزرگترم 4 سالش بوده، داداش بزرگترمون 6 سالش بوده، اونها دوتا لاغر من اینجوری، و ما میدونیم معمولا توی خونه‌ای که 3 تا پسر باشه اون آخریه که من باشم بیچاره چیزی گیرش نمیاد، اون دوتا با توسری ازش میگیرن، ولی اینجوری بوده. یا شاید بشر یاد میگیره راه سروایو کردن رو. من خیلی وقتا خوراک کش میرفتم، اگه میذاشتن برای یک کسی میرفتم یواش از کنارش میخوردم، شکلش هم عوض میکردم که معلوم نشه و فلان اینا، البته اونا میفهمیدن. بماند، شما در رابطه با چهارشنبه سوری گفتی آی اگه اینجا بودی ما چت میکردم، برو جلو آینه خودت رو ببوس از قول من. من متاسفم برای آقای اوسانلو که با بعد از زندان کشیدن و بعد از دست دادن داداشش و بعد از زبونش رو بریدن در زندان و فلان اینها، الان اومده اینجا توی یه حرکت زشتی اسیر شده
مثل حرکت تلویزیون ایران آریایی، اون خانمی که میخواد قابلمه بزنه، اون آقایی که میگفت نمیدونم بیاین تو خیابون، این و اون. و اون روز که آقای اوسانلو داشت برنامه‌اش رو میگفت، من هی به جای اینکه خوشحال تر بشم بیشتر متاسف میشدم و متاثر که ای داد بیداد این بنده خدا رو آمدن انداختن تو خط همین. آقا بشین بگو چهارشنبه سوری، بعد از چهارشنبه سوری هم بیاین فیلم‌ها رو نشون بدید، بگید ببینید چقدر ما طرفدار داریم. بعد شب عید نو بگو ببینید چقدر ما طرفدار داریم، سال نو، بعدش هم سیزده بدن. خب بعدش چی؟ بعدش چه کار میکنی؟ اگه شما تونستید همه تون با هم یه روزی رو بذارید، به مردم هم نمیخوایم بگیم بیان کسی رو بکشید، تیراندازی کنید، بگید آقا خانم بیا تو خیابون وایس ساعت 12 ظهر که نه ترافیک صبح باشه نه ترافیک عصر باشه، یه روزی هم که هوا خوب باشه بگو. نیست دوست عزیز. شماها اگر اونای دیگه هم، خمینی، سازگارا، اکبر گنجی، اون قطبزاده، بنی صدر، اگه اینها فکر چهارشنبه سوری بودن و فکر سال نو بودن و اینها، هنوز در خارج زندگی میکردن. من اتفاقا برای آقای اوسانلو نوشتم هر وقت وقت داشتی من حاضرم یکی دو ساعت از وقت خودم رو برات بذارم، بگم آقا راههایی رو که اینها رفتن شما اگه بری نتیجه جز اون حاصل نمیشه. بابا دیگه به صورت شعار نوشتن، فقط افراد احمق هستند که یک کاری رو انجام میدن، فردا هم همون کار رو انجام میدن، ولی منتظرن نتیجه مختلفی بگیرن. نتیجه نمیدونم نتیجه مختلف، ولی فارسی اینجوری بگیم درست یا نه. در هر صورت اینم از این. و اما تیم گوگل، من اون روزم باز با آقای اوسانلو گفتم آقای اوسانلو شما از این تعریفایی که برد میکنن اگر از لحاظ تکنیکی بلد نیستی، سر در نمیاری، خودت رو درگیر این مسائل نکن. ما تیمی که داریم در گوگل، آقا ببخشید، شما هم شدید خانواده شاه، ما خاندان ذلیل سلطنت، بدبخت خودش بود، حتی به برادرش اطمینان نداشت، حتی به خواهرش اطمینان نداشت. نکنید این کارا رو، دروغ نگید، با مردم رو راست باشید، بگید مردم ما سه نفریم، مردم تلویزیون مردم یه نفره، که اون طرفی که داره یه شنبه روی ساختمون توی حرارت کار میکنه دلش میسوزه $100 میفرسه، میگه آقا من امروز بعد از ظهر وایسادم برای تو کار کردم. ولی شما بگی وکیل ما آقای سیمون، آقای سایمن، نمیدونم تیم گوگل، طرف میگه همون 130 میلیون دلاری که دادن به کارتر حالا هم دادن به ایشون، ایشون هم آمده کنار ساحل نشسته. و نکنید، این دروغا بکفایر داره، این دروغا عکس العمل منفی براتون داره. نه دروغ نیست، ناآگاهی که دارید. در آقا تیم گوگل، گوگل یه چیزی درست کرده، هر کسی میتونه رأی بده. بذارید من صفحه رأیگیری دیروز رو بهتون نشون بدم. خب آقا شما چرا یه همچین چیزی به این سادگی درست نکردی؟ ما بلند شدیم رفتیم اینجا رأی دادیم، بعدم کجاست خدایا ووت 2016. دوستان نگاه کنید، آمریکا با این همه تکنولوژی و با این همه پیشرفت، ببینید کاغذ انتخاباتیش چجوریه. ببینید، من اینو خاموش کنم که عوض نکنم. این وقتی از در میری وارد میشی، اولا درست مثل همون دوره مصدق هنوز کی میخواد رأی یس بده، کی میخواد رأی نو بده، ازت میپرسن، که به نظر من این کار غلط. ولی چون تو آمریکا ملت با افتخار میگه کی کی دموکرات کی ریپابلیکه، اشکال نداره. بعد میری جلوتر، بعد بهش میگی کی میخوای رأی بدی، یعنی میگه کاغذو بهت میده، این کاغذ رو به شما میده، شما میری اون پشتی که یه تیک مقوایی هست پیدا نیست، خودکارم گذاشته، راهنمایی هم کرده که آقا اگه شما دم در گفتی دموکرات، کارت دموکرات‌ها رو گرفتی، روی کارت دموکرات‌ها 3 تا نماینده است، بغلشون هم 3 تا بیزی کشیدن، نوشته با این خودکار قشنگ این بیزی ها رو پر کنید. بنده برنی سندرز رو پر کردم. دلیل اینم اینه که سالی که رئیس جمهور میخواست بشه الگور، چون با مداد اینا رو پر کردن و درست پر نکرده بودن، اون عکس مشهورش که مرده اینجوری با عینک داره نگاه میکنه، حالا این رأی گیری.
بعد که اینجوری کردی میگی این کاغذ رو اینجوری وارونه کن، مثل اسکنر، مثل فکس بکنش تو این دستگاه، ریش صدا میده، بچه هم میگه بوق، میگه رأی شما گرفته شد، یه دونه از این کاغذ های کوچولو هم بهمون میده که بله I voted، یعنی من رأی دادم. حالا بعضیا اینو اینجوری میزنن به یادم، ما یه سال اینو زدیم به یه کاپشن قشنگی داشتیم، وقتی کندیمش چسبش اون چیزه رو زیرش خراب کرده بود. بله هر کی هم میبینی اونجا یکی از اینا زدن یقش که من رأی دادم. حالا این همین استیکر پای من و شما تکس پیه چقدر در میاد خدا داند. کسی میدونه مخارج انتخابات آمریکا، حالا این تازه پرایمریه، این انتخابات اولیه است، گفتم بهتون این دیروز 11 تا، چند روز پیش 2-3 هفته گذشته چند تای دیگه، بعد حالا 35 تای دیگه میان همین جوری بریز و بپاش و اینها. باور کنید من رفتم اینجا رأی دادم، از خونه هم پیاده رفتم، ماشینم نبردم، گفتم چون اینجا توی این مدرسه بعضی وقتا موقعی که شلوغه اشکال داره، بعد خب ما که خونه اون نزدیک پیاده میریم، یه هوای خوبی هم، هوا عالی بود برعکس امروز. 3 دقیقه طول نکشید از زمانی که من وارد شدم، اون خانمی که وایساده بود سلام کرد و گفت بفرمایید اینجا، اگر بعد کارتی که گرفتی میگی بفرمایید اونجا اگر ریپابلیکنی، اگر دموکراتی بیا اینجا. بعضی از استیتا از اسمت، چون وقتی اسم نوشتی اونها باید بگن که ما دموکراتیم یا ریپابلیک، میدونن، ولی تو آمریکا توی ویرجینیا ما میتونیم تا همون لحظه ای که میخوایم رای بدیم، رای بدیم به ریپابلیک، رای بدیم به دموکرات و هیچ اشکالی نداره. ضمناً اینجایی که من زندگی میکنم چون کامنولث آف ویرجینیا هست، همیشه معروف بوده که اینها طرفدار پولدارا، طرفداران اسلحه و همیشه پرو ریپابلیکن بودن، یعنی این استیت چیز خیلی به ندرت به طرف دموکرات ها میرفته، ولی این بارم فکر کنم از لحاظ رأی آقای ترامپ از خانم هیلری کلینتون توی ویرجینیا گرفت، چیزی که چون اولی است، مثل تیمای مسابقه فوتبال میبینید اینا با هم مسابقه میدن، میان اون بالا، اون بالا اون دو نفر پدر همدیگر رو در میارن و خدا میدونه چند خرج اون یکی میشه. خب پیام بیننده رو درباره آقای اوسانلود شنیدیم، من نمیدونم پیام اون دوست اصفهانیمون رو که بعد توضیح داده بود و گفته بود من منظورم این نبوده رو پخش کردم یا نه، اجازه بدید فکر کنم این باشه، اگرم پخش کردم یه بار دیگه پخش میکنم و خود این دلیلی باشه برای اون دوستی که من گفته بود آقا شما این حرفی که من اینجا گفتم، یه ویدیوی درست کردیم برای یه کسی، ادیت کردی؟ گفتم نه آقا من کجا ادیت کردم، این 1 ساعت برنامه بوده، 2 ساعت برنامه بوده، اینجا هم 2 ساعت. بعدن معلوم شد در برنامه قبلی، در ویدیوی قبلی ایشون یه چیزی گفته، آدم فراموش میکنه، یادش میره. ببینیم بشنویم که حقی از این دوستمون که لطف کرده، زحمت کشیده، تماس گرفته، مثل شما تنبل نبوده، ضایع نشه. بفرمایید. درود بر آقای سوربی و بینندگان. آقای سوربی من درست فهمیدم، من نگفتم که ترامپ طرفداری، من میدونم که خیلی 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 بده، من قبول دارم، ولی اونا اینا رو انتخاب کردن، تو اینا تو بعد و بدترین و فاجعه، گفتم این یا اونا دیگران، اونا رو هم که نمیذارن، اگر خوب باشن که نمیذارن بیان بالا. من گفتم تو اونا، بر چی گفتم برو آقای عقیل پور یا آقای آریان پورا سوال کن، ولی که اونا خصوصی اگر بپرسی اونا میدونن که نظرشون، حالا بپرس. ببخشید، خیلی ممنون، موفق باشید. ممنونم. اینجوری که شما دارید میگید اون به اصطلاح فلسفه چی بهش میگن، کانسپیرسی، توطئه و 300 نفر هستن دنیا رو میچرخونن و اینها رو فراماسون ها انتخاب میکنن و اینها، بعضی وقتا به این صورت هم نیست. شما میبینید که خود این ترامپ به خاطر پول داشتنش، به خاطر اینکه شما برید نگاه کنید ببینید ترامپ چند تا سازمان، دانشگاه، مؤسسه، چیزهای مختلف هی درست کرده، هی اینا زمین خوردن. ایشون میخواسته دانشگاه درست کنه، ترامپ یونیورسیتی، میخواسته
جک چیزایی میگفت، اصلا میگفت یکی پس از دیگری همش چی خورده، زمین خورده، پول از مردم گرفته که براتون آپارتمان میسازم، حتی پی و فاندیشنش هم نریخته، کشوندنش دادگاه. او وقت شما فکر میکنی اگر شما یه پولداری رو بخوای ببری دادگاه کی برنده میشه؟ پولداره، چون انقدر کشش میدن که شما خونه و زندگی تو اگه فروخته با... این بدبخت آقای، ببخشید میگم بدبخت، بیچاره آقای احمد علی مسعود انصاری خونه و زندگیش از دست داد که در افتاد با رضا پهلوی که آقا پول این آقای شهبازی، پول دیگران اینها رو که گرفتی بهشون بده، تو که داری چرا این بیچارهایی که 60,000 دلار داده با اونام، البته طمع کردن خود آقای شهبازی، من گفتم ما طمع کردیم، آقا وقتی بانک میگه 8% شما چرا میریم اینجا 20%؟ خب معلومه که دروغه، معلومه که فلان. بمانه رضا پهلوی با وکیلایی که گرفته هی امروز فردا امروز فردا، اینجا میگن ورن اوت، یا خودمون میگفتیم که طرف رو میسوزونه، انقدر اذیتش میکنه طرف میبره دیگه نمیتونه تحمل بیاره. شما فکر میکنید که چه کسی میتونست حریف ترامپ بشه که به دروغ میاد میگه من میلیاردرم، تازه الان اومدن میگن آقا این دروغ میگه، حتی میلیاردر بودنش هم دروغ میگه. خب یه ویدیویی من روز نشون دادم، گفتم این ظهور امام مهدی رو نشون میده. آقا اصلا این توی عراق بوده، اگر امام مهدی هم هست، این امام مهدیه شیعیان عراق بوده و هیچ ربطی به ایران نداشته. و اما مارچ 3 یعنی فردا شب، این داکیونایت هست توی واشنگتن، باس بوی اند چی؟ بذارید من اینم براتون بیارم، بله کامرای دو، اون روزم نشون دادم، اگه خواستید برید، نوشته ملف گند، من الان نمیدونم این ملفگند یعنی چی، با فارسیش هم نوشته اینجا، باز نوشته ملفگند، فردا شب ساعت 6 بعد از ظهر، باس بوی اند پویتز اینجاست، تیکت هم میتونید از روی آنلاین بخرید. ضمناً دیروز با آقای ماز جبرانی گفت و شنود فیسبوکی انجام دادیم و ایمیلی، ایشون اول ماه آپریل یعنی یه ماه دیگه، ماه بعدی اول ماه مارچ در کندی سنتر میان و اونجا برنامه دارن با آقای امیر کی و با یه آقای دیگه هستن. ویدیوهاشون رو ما دیروز تالا گذاشتیم، در حین برنامه ها پخش میشه، روی فیسبوک هم میذارم و اگر میخواین بلیت بگیرید، این بلیتش رو از خود کندی سنتر باید بگیرید، من هم به احتمال 99% اونجا خواهم بود. و اما ایران وایر ببینیم چه خبری فرستاده. آره این رو من روز خوندم، تندروترین کارگردان سینمای ایران درگذشت و نتایج نهایی انتخابات مجلس در تهران اعلام شد، این رو هم گفتم. بعد گویا میگن که برگشتن و حالا اون آقای جنتی که رأی نیاورده، حالا گفتن رأی ها دوباره شمردیم، بله ایشون هم رأی آورد. خلاصه آقای عقیلی پور خیلی قشنگ توضیح داد، شما از این انتخابات چه انتظاری داری؟ بابا میگم ما توی بهترین کشور دنیا داریم زندگی میکنیم، یه نفر بود به نام آقای رالف نیدر، این چند سال چند دفعه بیچاره آمد هستی و نیستیشو خرج کرد، هیچ وقت هم قبول نشد، چون اون پولدارا به قول آقای عقیلی پور هر یه دلار، هر یورو یا اورو رای میخرن و اینها پولی هم که کتاب نوشتن و پولی هم که بازنشستگیشون بوده میان میذارن، چیزی نمیبه. بعد یه مدت هم دیگه مردم میگن بابا دیگه چند بار میخوای بیای، مردم هم حتی از دستشون عصبانی میشن، حالا خودشون و خانوادهشون اینها که بمانه. خب و اما یه دوستی نامه ای نوشته روی فیسبوک، اجازه بدید که من اینجا بخونم. بله این دوستمون محمود تشویشی هست، اون روز هم تو برنامه پرسیدم آیا این کلمه تشویش همون تشویش و نگرانی است یا معنی دیگه ای میده، ممکنه اسمی محلی باشه، ولی اینجوری که من میخونم فینگلیش ایشون اسمش رو نوشته، محمود تشویشی، ایشون نوشته که رسانه‌های مخالف ترامپ
اکثریت در کنترل و حامی صهیونیست ها می باشند. بله، دیوید دوک مدتی در کوکلوس کلان عضو بوده. بعد از آن زمان به تحصیلات آکادمی رجوع، دکترای خود را اخذ کرده و به عنوان استاد دانشگاه و ناشر چندین کتاب بوده. گرچه هیچ رابطه‌ای با کوکلوس کلان ندارد، ولی برای مقاصد مخالفانش مکررن عضویتش را علم کردن، چرا که دیوید دوک یکی از مخالفان شناخته شده سرسخت صهیونیست ها می باشد. غیر معمول نیست که غیر معمول نیست که خیلی ها دیوید دوک را نمی شناسند، از جمله ترامپ. قربونت برم، ترامپ دروغ میگه. ترامپ قبلا آمده بود وقتی که خودش تو انتخابات نبود، دیگران بودن، به اینها گفته بابا این دیوید دوک چرا اومده، اسمشو میگه. اینجام دروغ میگه که میگه من تو گوشم گوشی بود نمیشنفتم و فلان و بیسار. آقای استیون کولبر حرف قشنگی زد، گفت از ایرپیس یعنی از گوشید اشکال نبوده، از دهنید اشکاله، یعنی حرف نزن. و ایلا خیلی قشنگ به طرف میگه دیوید کوک رو میگی؟ اونم میگه بله، دیوید کوک کوکلوس کلان. میگه من نمیشناسم. دروغ میگه، ویدیوهاش هست که میشناستش. بله، من اون چیزی رو که شما میگی میدونم. وقتی پابلیک فیگر باشی، خود منم با کمال شرمندگی، تازه ما پابلیک فیگری هم نیستیم، ولی خیلی ها یه جای سلام علیک میکنن، من اصلا یادم نمیاد، قیافه دوستانه هست، صحبت کردیم، من میگه آره شما منو میشناسی؟ بابا دیگه بیشتر از این شرمندمون نکن، نه یادم نمیاد. قرار نیست من 8000 تا فقط رو فیسبوک، 5000 تا رو فیسبوک شخصی، 3000 تا رو ایمیل، 100000 تا نمیدونم این برونور همه رو بشناسم، بدونم کجا دیدمشون، درباره چی صحبت کردیم. نپرسید دیگه، سلام علیک، اگه یه چیزی هست، صحبتی هست، بله سوری من همونیم، اینجوری بگو، نه که منو میشناسی، نه من همونیم که با شما درباره مثلا چلو کباب کوبیده صحبت کردم یا چلو کباب برگ. بعد من میگم آها، همونی که شما کوبیده خریدی خوردی، من برگ خوردم، من برگ دوست ندارم، کوبیده دوست دارم، پول نداریم برگ میخوام. در اصل بعد برای ایشون نوشتم دوست عزیز، اینجوری که شما میگی نیست، همه اینهایی که الان بر علیه ترامپ هستن، همه اینها زیر سلطه صهیونیست یا حامی صهیونیست نیستن، دارن یه خطری رو میبینن که این خطر رو دارن فریاد میزنن. ایشون نوشته که جناب سوربی گرامی، عده‌ای به علتهای مختلفی برای رئیس جمهوری شدن ترامپ تبلیغات میکنن، اما چرا در بین آنها دیوید دوک را کسی که بابا جون در کار خبر و خبرگزاری، من بارها گفتم روزی 100 تا هواپیما سالم میشینه زمین، یه نفر شما دیدی بره بگه اوکی این هواپیما از آلمان بلند شد اومد اینجا سلامت رسید؟ یه هواپیما وقتی دوچار سانحه میشه 100 تا خبرنگار میرن اونو میگن. بله خیلی ایشون رو حمایت کردم، ولی وقتی اینی که نجات پرسته، اینی که خونه های مردم رو آتش میزدن، همین توی لس آنجلس فکر کنم شنبه بوده، اینا آمدن 3 نفر رو با چاقو زدن، همین کوکلوس کلان کی 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 میگن، تو فیلم ها اگه دیده باشید اینا یه بوغای سفیدی میکنن سرشون، لباس سفید، حتی صلیب رو میارن آتیش میزنن. برید اینا رو بخونید ببینید. شما اگر میخوای از ترامپ دفاع کنی حقته، حق مسلمته، اصلا برو پول بده چیز چاپ کن، فلایر چاپ کن، برو وایس این ورور پخش کن، اون حق شما، پول بیار بده تو تلویزیون مردم برات آگهی میذاریم، ولی به دیگران هم اجازه بده و نگو آها چرا این یکیو میگن. آقا این یکیو دلشون خواسته بگن، این اشکال داره یا نداره؟ به نظر شما اگر آقای دیوید دوک از ترامپ طرفداری میکنه اشکال هست یا نیست؟ شما اونای دیگه هم کارشون همچین درست نیست. شما برو نگاه کن ببین گروه های نجات پرستی که آمدن توی انتخابات، اتفاقا همین آقای ماز جبرانی اینو ببینید، ماز جبرانی میگه که یه نفر آمده توی برنامه از همین گردمایی که میکنن برای تبلیغاتی، به چیز گفته که بله این مسلمونا رو باید اینجوری کنیم اونجوری کنیم، ترامپ هم گفته آره این فکر خوبیه، بنویسید تا من دربارش بعدا باهاتون صحبت کنم. اصلا این روانی دیوانه است
کسی که میاد میگه که من تو بهترین دانشگاه ها درس خوندم، بهترین کلمات رو بلد استفاده کنم و از اول تا آخر فقط فوش میده، شما نمایندتون میخوای رئیس جمهور آمریکا میخوای ترامپ باشه، شما بیا بگو چرا میخوای باشه، تبلیغ کن، وقتت رو با من صرف نکن برای اینکه چرا اومدن گفتن. آقا اومدن گفتن و الان هم به ضرر دونالد ترامپ شده، اگه به ضررش نبود که باید با افتخار میگفت که اوکی من 300 تای دیگه هم اومدن از من دفاع کردن، اینم یکی از اونها. بله بله، دیوید دوک را با کوکسکلن ربطی ندارد، با بوق و کرنا یا کرنا بعضیا میگن به مردم اعلام میکنن. به نظر میاد اکثریت موافقین هیلری کلینتون که مخالفان ترامپ هستند به هر دری میزنن که رأی غیر سفید پوستان را به خود جلب کنن. خانم چیز که توی ساوت کارولینا رأی اکثریت سیاها را آورد، عزیزم شما یه مقداری معتدل تر چیز کنی بهتر میتونی با. از این که بگذاریم، این ترامپ چه فاجعه‌ای بیشتر از بوش، اوباما و کلینتون به بار خواهد آورد که وجود نداره؟ مثل افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و سهیم بودن در طراحی اسلام ناب داعشی توسط اوباما و کلینتون توسط ترامپ هم علنی افشا شده. ببین شما از یه طرف با ما میخوای مخالفت کنی، از یه بار یه طرف میخوای بگی که همون چیزی که ما میگیم، فقط دوست داری مخالفت کنی. این آقای سیروس حبیب اگه اشتباه نکنم اون آقای روشندل یا شخص نابیناییه که نمیدونم نماینده مجلس برای سنا چیه، یکی دو بار من براش نوشتم که اگر میخوای بیا با هم یه مسابقه داشته باشیم به عنوان تبلیغم باشه. حالا بیچاره با آه و ناله و زجه اینجا نوشته اینها دوستان، وقتی میگم ما ایرانی ها بلد نیستیم حتی از جاهای مجانی استفاده کنیم، اینجا نوشته که دوستان عزیز من در پی این نیستم که با فرستادن ایمیل های زیاد از شما پول بخوام، چنین بخوام چران، میگه که من امروز دارم برای شما مینویسم، نه فقط برای که به هم کمک کنید، بلکه اندورسمنت یعنی معرفی کردن به دیگران، تایید کردنش اینجوری اینا. خب آقا شما وقتی نمیای مردم شما رو نمیشناسن چی رو اندورس کنن؟ آقای سیروس حبیب، اتفاقا این دوستمون خانم فهیمه خانم جزو یکی از اونایی که ایشون رو سپورت میکنه، توی برنامه ها شرکت میکنه، من برای ایشون نوشتم به نظر میرسه پی آر ایشون یا اون پابلیک ریلیشنش خوب کار نمیکنه. شما اگر دیدیش بهش بگو آقا چرا یه تلویزیون ایرانی بهت گفته بیا مصاحبه کن، شما حتی جواب ندادی، این اشکال داره، شاید اون کسی که تو دفترته برخلافت داره کار میکنه. اینم از آقای حبیب. و اما ببینیم که برای شما چی گذاشتیم اینجا. بله، نوشته که این رو شهرام عزیز فرستاده، نوشته که نمیرالمومنین به جنتی به جای امیرالمومنین میگن نمیرالمومنین، یعنی نمیمیره اینقدر پیره. نمیرالمومنین جنتی هم رو به موت است؟ سوال کرده. نوشته خبرگزاری میزان ظرف 24 ساعت گذشته شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر کسالت آیت الله جنتی منتشر شده است. بر همین اساس قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن رد شایعه کسالت دبیر شورای نگهبان اظهار کرد شب گذشته که با آقازاده آیت الله جنتی مکالمه تلفنی داشته و وضع سلامتی ایشان مانند همیشه مطلوب است. اینم از این ماجرا. View all please. حالا ببینیم این چیه. آها، این کارتون خیلی قشنگه دوستان، یعنی با وجودی که خیلی شلوغه، بذارید من براتون اینجا بیارم. البته چندین کارتون، من فقط همین اولیشو نگاه کردم و گذاشتم که بعدیاشو اگر چیزه با هم ببینیم. ببینید از این کنار باید نگاه کنید، نوشته سوپریم کورت سکور یعنی همون امتیاز چیه. نوشته که 4 تا جی او پی هستن، 4 تا دموکرات یا 4 تا هاردلاینر و تندروان، 4 تا لیبرال و به اصطلاح آدم های منطقی تر از نظر من. بعد آقای اینا رو چیز کرده، تشبیه کرده به یه زمین بازی. اوباما چون بسکتبالش خوبه و بسکتبال بازی میکنه،
توپ دست اوباماست، چون هنوز رئیس جمهوره و هنوز یک تقریبا یک سال دو ماه کمتر وقت داره و باید یک نماینده، یک قاضی برای این سوپریم کورت یا دادگاه عالی تعیین کنه. اونها میگن نه، چون این سال آخرش هست نبا نمیتونه. ضمن اینکه اینجا خیلی قشنگه نوشته، بابا هیچ جای قانون اساسی چنین چیزی ننوشته، حتی این طرف مثل واشنگتن قیافش قانون اساسی رو گرفته دستش، ولی اینو نگاه کنید، نمیدونم پیدا هست یا نه، این که میدونید فیلا ریپابلیکن ها هستن، جمهوری خواه ها، اینایی که توی ماسک خر هستن، اصلا خر و فیل این علامت به اصطلاح دموکرات و ریپابلیکنه و به اون معنی که ما میگیم این طرف خره یا اون فیله اینجوری نیست. در هر صورت این فیله داره این زیرش با خط خودش مینویسه، بعدم با صدای بلند گفته ببین اینها، این زیر هست، بیا نگاه کن. اون وقت این یکی رفته اصلا تو گل نشسته نوشته که نیو رول، بعد اینجا هم براش نوشته که باید همه چی صبر کنیم چون سال چهارمه، و بیچاره اوباما هم وایساده، اینا خرا همینجوری حیرون هی داد میزنن بابا فوله، اما کلمه که ما میگیم فول اینجاست، فاول پلی. بعد اینا ببینید حتی اینقدر کوتوله ها آمدن با این جاروها و دسته های بلند و اینها اینجوری برداشتن به اصطلاح جلو این توپ رو میگیرن، اینم که رفته نشسته تو بسکت دیگه نمیذاره اصلا چی کنه. اینجا هم نوشته 10 more months of these silly games، این بیچاره هم که احتمالاً مردم هست داره میگه که 10 ماه دیگه ما باید به این بازی احمقانه تماشاگر این بازی احمقانه باشیم. اینم از آمریکا، مهد آزادی و همه اینها. پیام این دوست اسماعیلی رو پخش کردیم. دوستان چقدر خوبه که آدم یادداشت کنه سرتیترایی رو که میخواد بگه. بعد به غیر از این حالا میریم تو اون قسمتایی که به اصطلاح چی میگن، خودم از پریروز تالا هی داخل این گذاشتیم و نوشتیم و اینها. و اما نوشته آیا ولایت مطلق فقی قانون اقتدار سرمایه است؟ این رو آقای جهانگیر برای ما فرستاده. دوست عزیز، حالا چه باشه چه نباشه چه فرقی میکنه، این چیزای سوخته و مال دیروز پریروز اینا رو دیگه بندازید تو سطل آشغال، فایده ای نداره. یکی بیاد ببینه امروز کجا هستیم، دست بکنیم تو جیبمون، پولامونو بریزیم رو میز ببینیم چند داریم، اونم اگه یکی دوز نباشه برداره بره، بعد ببینیم با این پول با این برنامه تا کجا میتونیم بریم. حالا یا برنامه میریزیم مثل آقای منصور اوسانلو و دوستانشون و تیم گوگل تا ماه می و تا نمیدونم تیر و اینا، همه رو گفتن، یعنی اگر مهمان مایی تازه دل باش، تازه این حالا سر شبه، یه نفرم میشینه نگاه میکنه میگه نه آقا ما نداریم، این سنگ بزرگ بر ندارید، ما با این پول نمیتونیم بریم اروپا، ما میتونیم از شیراز بریم بوشه، اگه هوا سرده میریم بوشه، اگر هوا گرمه میریم یاسوج. هی بلند شدن رفتن این ور اون ور، هی پوز عالی جیب خالی، پدر خودشون رو درآوردن. بله میگه که آقای کشیش، شما که تکلیف همه را روشن کردی، بگذار بهت بگم که مسیح هم تکلیف شما را 2000 سال پیش مشخص کرد. مسیح این چند تا آیه را از صدها آیه دیگر برای شما معلم ناظر کرده، بخوان تا تکلیفت را بفهمی. این کشیش حمید، من میدونید فکر کنم اولین تلویزیونی که آمد و شناخته میشه اینها اینجا بود، تلویزیون رنگارنگ، آمد و نشست با ما یه شرابی هم خورد و یادم نیست که با من مصاحبه کرده یا نه، یا برنامه خریده بود بعد از من و اینها. خب جوان به نظر شیک و مرتبی میاد، این خانمایی هم که تازه مسیحی شدن خیلی دوبرش میپلیکیدن و اینها، ولی اون قسمتی که مال مربوط به خودم هست بگم، یه روزی ما چندین با بهشون گفتیم شما تو تلویزیونای دیگه هم اگه برنامه داشته باشی میتونی همون برنامه رو تو این تلویزیون هم پخش کنی با یه قیمت خیلی کمی. گفت بله چه خوب، و اینها یه روزی تعطیلی بود،
به من زنگ زد سوربی جان کجا هستی؟ گفتم تو لباسام تو خیابون، دستم به دامنت، فلان تلویزیون یادم هم نیست برنامه ما رو قطع کرده، بهمون دروغ میگن، میگن اینجوری و اونجوری. پول منم گفتم خب پولشون نده، گفت پول پیش پیش گرفتن. گفتم حالا چیکار میتونم بکنم؟ گفت اگه امکان داره شما برنامه ما رو ببر که من به دوستان بنویسم کجا هستم. ما این کارو کردیم، اگه شما بگید ایشون یه پنی، یه دلار، یه سنت داد نداد. خب آخه آقای کشیش حمید، دوست نازنین، شما که دروغ میگی به مردم، شما که بد حساب هستی، چجوری میخوای مردم رو دعوت کنی به راستی، درستی، خوش حساب بودن؟ نکنید والا بلا نکنید. این پول انقدر ارزش نداره که خودتون اینجوری ذلیل میکنید برای اینکه یه لباس مرتبی بپوشید و دو روزم اینجا خوش باشید. این هم ماجرای، حالا یه نفر براش اینو نوشته. و اما ویدیوی اندی و شینی همسرش رو در نیمه، میدونید نیمه بازی، اون وقتا میگفتیم هاف تایم، اینجا هم هاف تایم میگن، مال بزرگترینش مال تیم فوتبالای آمریکا است توی سوپر باول که خیلی با شکوه و با عظمت میگیرن، و این رو مثل که توی بازی های فوتبال معمولی ما، فوتبال اروپایی، ساکر هم رسم کردن و توی کالیفرنیا یک مسابقه بوده، آقای اندی هم اونجا این کار رو کرده. اون رو هم من براتون بعد از برنامه خودم میذارم، 4-5 دقیقه این موزیک زیبای اندی رو ببینید و بشنوید، بعد از اون 1 ساعت و 20 دقیقه این فیلم بی بی سی رو بشنوید که اگر فیلم بیژن فرهودی رو گرفتی، آقای بیژن فرهودی، شما باید زیر لینک ویدیوی خودت وقتی که اینقدر استناد میکنی به اون ویدیویی که آقای امینی ساخته و اینقدر هم اصرار داری که بگی این بغض داشته، مرض داشته، قرض داشته، و اولا اینجا باید از آقای انصاری، اون علیرضا، تشکر کنیم که میگی نه آقا ایشون یه جوونیه، من فکر نمی کنم همچین چیزی باشه. در هر صورت اینم ماجرای تلویزیون های ما. من حیث المجموع کارمون دوستان خیلی خرابه و همینجوری که اینجا مینویسیم و تا حالا شماها تماس نگرفتید، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. ضمناً من یه آگهی یه خطی نوشتم روی فیسبوک، نوشتم که 1 ماه مجانی آگهی جایز، به اصطلاح ایدی تلویزیون مردم به شما، این رسم اینجا. اگه شما نیان بگین اوکی 1 ماه مجانی رو بده من میخوام برم، مینویسن 1 ماه مجانی، اگه 2 ماه بخری، یعنی 2 ماه میخری پول 2 ماه رو میدی، 3 ماه آگهی میبری. اینجا خیلی وقتا اینجوریه، میگی یک کارتون باکس نوشابه بخر 6 دلار، 2 تا ببر، 1 کی بخر 2 تا ببر، یا 2 تا بخر 3 تا اضافتر ببر، یعنی 2 تا بخر 5 تا ببر، پول 2 تا بده 5 تا ببر. اینا هم هست، ما باید از اینا استفاده کنیم. و اما چینا، آقای علی شیرازی باز از بی بی سی خبری رو فرستاده از چینا. دوستان نظرتون درباره بی بی سی و گویا رئیس جدیدی گرفته و اینها چیه؟ ما اگه بشه اینها، خب خودشون تلویزیون هم هستن دیگه، حوصله مصاحبه با کسی ندارن، ولی ببینیم چیه این ماجرای وایس آف امریکا و ماجرای بی بی سی. اینها بودجهشون، میدونیم که دولت مثلا انگلستان بودجه بی بی سی رو میده، دولت آمریکا مخصوصا قسمت وزارت خارجش بودجه وایس آف امریکا رو میده، و من و شما به عنوان تکس پیر یا مالیات دهنده آمریکایی چه اثری میتونیم داشته باشیم یا چه حقی داریم در رابطه با این رادیو تلویزیون ها؟ 6 میلیون نفر در چین بیکار خواهند شد. میگه که دولت چین قصد دارد در 2 تا 3 سال آینده 6 میلیون نفر از شمار کارکنان شرکت‌های دولتی بکاهد. خب کشور چین نمیدونم 1 بیلیون، بیش از 1 بیلیون، 1000 میلیون جمعیت داره، حالا دیگه 6 میلیونش هم بیکار بشن عیبی نداره. این هم از این. و بریم سراغ نوشته‌های دیگه. امروز من میخوام یه مقداری، آهان، باز دوستمون علی شیرازی یه چیزی رو برای من فرستاده به نام
درخواست رفع محدودیت به جا مانده از دوران احمدی نژاد برای ورود به آرامگاه مصدق. باورتون میشه؟ شاه از مصدق وحشت داشت به جای خود. حالا این آخوندا هم که احمدی نژاد نماینده اینها بود، اون هم گویا همین. و این رو 1 مارس دیروز برای من فرستادن، درخواست رفع محدودیت به جا مانده از دوران احمدی نژاد برای ورود به آرامگاه مصدق. من گفتم آقا من فکر نمی کنم محدودیتی باشه، همین آقای حسیبی کوفتی از اینجا بلند شده بود رفته بود اینها. بعد ایشون گفت که بله بری اونجا و یه کسی ببینی و آشنا باشی و یه پولی خرج کنی اینها میشه، ولی به صورت عمومی نمیذارن، میترسن جوانها و مردم برن اونجا و به اصطلاح این یک خاری بشه در چشم اینها. حالا امیدواریم که یه نفر شعور داشته باشه بفهمه که بابا اگه آزاد بذارید بهتر از اینی که ممنوع کنید. آزاد طرف میره اونجا، حالا یا فاتحه میفرسته یا شعر فردوسی میخونه یا شعر حافظی میخونه، یه درود به روانت و اینا میگه میاد، ولی ممنوع که میکنید اینها در مغز و در قلب مردم میشن قهرمانان بزرگ. شماری از فعالان ملی مذهبی با انتشار نامه سرگشاده خواستار پایان محدودیت بازدید از آرامگاه محمد مصدق نخست وزیر دوره ملی شدن صنعت نفت شدند. بر اساس این نامه محدودیت ورود به آرامگاه آقای مصدق از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برقرار شده، اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی هم این محدودیت همچنان ادامه دارد. امضا کننده نامه گفتند متاسفانه با روی کار آمدن دولت نهم و دهم از گرد همایی در مزار آقای مصدق ممانعت شد و من نمیدونم کسی که میمیره دیگه نباید بهش بگیم آقا، نه؟ یا باید بگیم دکتر محمد مصدق، محمد مصدق، مخصوصا اینایی که پابلیک فیگرن. مثلا شما لازم نیست حتما بگید آقای محمد رضا شاه، آقای اوباما، همین که بگید شاه مردم میفهمن، همین که بگید اوباما مردم، حتی سوربی دیگه لازم نیست بگید آقای سوربی، وقتی بگید سوربی مردم میفهمن که بابا این همین دیوانه ای هست که میاد حرف دلش رو میزنه و ای کاش مثل اونهای دیگه، نه آرزو نمیکنم مثل اونهای دیگه موزی بودم نمیگفتم حرف دلمو که پول بیشتری در بیارم. من احتیاج به پول نداشته و ندارم، به گواهی خود این رادیو تلویزیونایی که بعدن وقتی ولشون کردم آمدن گفتن که آ این چنین و چنان. من حقیقتش میشه بگم از پولداری زیاد آمدم سراغه، چون احساس اینجا بهش میگن همسیک، غربت زدگی، غریبی کردم، دیدم آقا هر شما میخوای پول در بیار ولی فایده ای نداره. اومدیم سراغ دوستان که شما دوستانم عجب خوش آمدی ما گفتید. خب تا دیگه بیشتر از این به شما هم نق نزدم، بذارید ببینم حرف حسابمون چیه و بریم دنبال کار و زندگیمون. فکر کنم همین بس دیگه، 1 ساعت و 12 دقیقه با اتون بودم. اگر صحبتی دارید، سوالی دارید، شماره تلفن داریم، ایمیل داریم، فیسبوک داریم، دیگه والا نمیدونم. اونایی که هی میگن آقا اسکایپت هم بذار، وایبرت هم بذار، خب شما که روی اینترنت هستید زحمت بکشید ایمیل بفرستید دیگه، اسکایپ منو میخواین چیکار؟ اگه میخوای حرف بزنید زحمت بکشید تلفن بزنید، تلفن که روزا مجانیه، از مجانی ارزونتر حقیقتا. خب اینم از این. ببینم چیز دیگه ای هست اینجا که ننوشتیم یا برای شما نگفتیم. بله اسفند ماه مصدق است، خب امیدواریم که حرکتی انجام بشه و اینها. و اما آها دوستان، شما یه ضرب المثلی شنیدید که یکم هم زشته، میگن چیزی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه. آقا این مسلمونای آیسیس وحشی دیوانه روانی و هرچی که شما بگید اینها هستن. من میخوام ببینم شماها چه مرگتونه که میاین اینها رو اینجوری به اصطلاح چی میگن انگولکشون میکنید. ببینید این روی شیشه شرابی، این مارکی شرابه، اولا نوشته هل ان الز، حالا این ممکنه اسمشون باشه ولی اینجوری که نوشتنش مثل حلال شده، حلال هل ان الز. بعد نوشته که 72 ویرجینز، یعنی 72
دوتا باکره. خب بعد نوشته notice to consumer، نوشته که هشدار به اونایی که مصرف میکنن، construction of this fine Australian wine. بله اون زیرش هم توضیح داده که این وین خوب استرالیا رو ساختیم چنین و چنان. این اونجاست که اون ضرب المثل که چیزی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه اینها هست، اینها بهانه میدن دست اون احمق آیسیس که بیاد آقا بمب بذاره منفجرش کنه این و اون. توی یکی از این برنامه های کمدی نشون میداد که آیسیس اسم سگ یا گربه این چیز بوده، هیلری کلینتون و اینها، و نمیدونم چرا دولت آمریکا اصرار عجیبی داره آیسیس رو استفاده نمیکنه و همش میگه آیسل. این آیسل اون کلمه به جای شام که اس هست آخر شام سوریه، این اون اصلیش رو استفاده میکنه، الان یادم نیست چیه که با ال شروع میشه، در صورت اینم من نمیدونم، اگه کسی میدونه توضیح بده. و دوستان تا حالا ما نامه های سرگشاده تهگشاده داشتیم و اما دیروز یه دوستی برای من این رو فرستاد، ندایی سرگشاده به آقای خامنه‌ای. ندا معمولا به صورت صدا هست، به صورت آدیو هست. خب این دوستان دیگه هرچی مزخرف دلشون میخواد می‌نویسن، مال جبهه ملی هم هست. ندایی سرگشاده به آقای خامنه‌ای، آقای محمود جعفری، هموند شورای عالی جبهه ملی ایران و اروپا. سه‌شنبه 1 مارس دیروز، آقای خامنه‌ای، انتخابات 7 اسفند سپری شد و من در آن شرکت نکردم، زیرا معتقد بودم و هستم. همینجا دوستان بذارید من بس کنم، انگار که اینا جلو خودشون بلند میشن. این دوست ما شیرازیه، آقای مهندس حسن خواجه عبدالله هست، میگه آقا هی نگین یه گروهی رو از ایران فرستادن که منو بکشن، نمیدونم فلانی جاسوس این جاسوس، جلو خودتون بلند نشین. آقا اصلا آقای خامنه ای doesn't give a damn که آقای محمود جعفری شما رأی دادی یا رأی ندادی. حرفای دکتر افشارها رو گوش کن، میگه آقا مثل شماها نمیفهمید، اینا اصلا براشون مهم نیست. بنده هم گفتم، خمینی گفت اگر 30 میلیون بگه بله، من میگم نه، یعنی برو آقا رأی تو بنداز تو سطل آشغال. تازه اگه میرفتی رأی هم میدادی اونا مینداختن تو سطل آشغال. خب آقا دوستان نگاه کنید، تو رو خدا حالا این آقای محمود جعفری هموند شورای عالی جبهه ملی ایران، اولا اگه جبهه ملی هست دیگه شورای عالی نداره، همه باید مساوی باشن. مورچه چیه که کله پاچش چی باشه؟ شورای ملی چیه که دیگه حالا شعبه اروپاش چی باشه، شعبه ایرانش چی باشه، شعبه آمریکاش چی باشه؟ برید آقا، برید تو رو خدا یک کاری زندگی پیدا کنید، بیاین منم استخدام کنین، منم بیام باهاتون کار کنم. و اما آقای عارف، اعترافات جالب سرلیست اصلاح طلبان، اینم یکی دیگه از همونان که فکر میکنه که کچل آباد هم برای خودش یه دهیه. محمد رضا عارف گفته که نظام من را در آب نمک خوابانده است. به گزارش اتاق خبر، من این ماجرا اتاق خبر نمیدونم یعنی چی، یعنی چی اتاق خبر؟ بابا باید اسم اون خبرگزاریه باشه، اتاق خبر یعنی چی؟ توی اتاق 4 تا شیرهی وافوری نشسته بودن به هم خبر میدادن. نیوز روم اینجا که میگه، مثلا میگه سی ان ان نیوز روم، یعنی اتاق خبر اون سی ان ان، اتاق خبر فاکس. بعدم میبینید 300 نفر نشستن، بی بی سی رو نگاه کنید، 3 طبقه نشستن جوون و نمیدونم پیر دارن خبرها رو چیز میکنن. بله به گزارش اتاق خبر 24، حالا این خبر 24 من بهتون بگم، 2-3 تا رادیو تلویزیون فرانسوی اینا هستن، اسمشون رو گذاشتن 24، اینا هم هی چپ و راست تقلید. محمد رضا عارف در 22 اردیبهشت سال 1387 در گفتگو با روزنامه 1387 با شهروند گفت نمیخواهم کسی، ببینید ما 1394ایم، اینا دارن چیه 1387 می‌نویسن. ببینید عجب ملت عقب افتاده بدبختی داریم که اینها روشن فکرای ما هستن. و اما من روز تو صحبتام گفتم که 2 تا منبع که یکیش رادیو تلویزیون ایران بوده و یکیش یک سازمان آمریکایی بوده،
اسمش هم که خوندم گفتم من نمیفهمم این چیه، آیپزه، آیپزه، آیپوزه. بعد گویا آیپوز هست چون مختصر چند تا چیه برداشتن. بذارید من ببینم میتونم اینو پیدا کنم که یک آقایی، بله، به نام آقای قاضیان گویا تو رادیو تلویزیون بی بی سی و توی چیزم زیاد میارن ایشون رو، میدونید از این تحلیلگرا تا دلتون بخواد پیدا شدن. حالا جالبه این، میدونید که استیت کورپوریشن کمیشن SCC این چیزیه که مثلا مثل سازمان استانداری استان فارس، وقتی شما میخواین یه چیزی یه شرکتی داشته باشید توی اون ثبت نام میکنید و یه پولی هم میدید، اونا هم برای شما یه گواهی میفرستن. این گواهی رو معمولا ملت میزنن توی اتاقشون که طرف که میاد بدون این لایسنس داره. این لایسنس ما تو ایران میگفتیم لایسنس، اینجا لایسنس یعنی اجازه کار، اجازه تبابت، اجازه پیتزا فروشی، اجازه تلویزیون داشتن. نه، تلویزیون داشتن اجازه نمیخواد، از همه کار آسون تره. این آقا حتما دیدید ایشون رو در تلویزیون وایس آف امریکا، در تلویزیون بی بی سی، آمده یه شرکتی رو درست کرده و این آیپوز از اینجا اومده، Information and Public Opinion Solution LLC، Information IOPOE اینه با اسم این گذاشته آیپوز. LLC هم شرکت سهامی با نمیدونم مسئولیت محدود یه هم چیزیه. آدرس رو اینا داده. این آقا سال 2013 آخرین 50 دلار رو داده، باقیش کنسل شده، دیگه پول نداده، ولی هنوز تا هنوز به نام این شرکت میاد برای من و شما آمار میفرسه. جالب تر از همه اینه که این یه محلی هست اینجا بهش میگن مکلین، نسبتاً جای اعیان نشین ایرانی ها هست و ایشون هم اونجا آدرسش هم هست، 1500 لینکن سیرکل آپارتمان نمبر 403 مکلین ویرجینیا 22102. چرا من اینو میتونم نشون بدم؟ اینها پابلیک اینفورمیشنه و هر کسی میتونه بره بگیره. من دیروز برای ایشون نوشتم که من مایلم با شما صحبتی داشته باشم، احتمال زیاد میدونست که در رابطه با این هست، جواب نداد، یا اینکه به احتمال زیاد ایشون هم در حال مسافرت هست. میدونید الان خیلی ها بعد از این ماجرای برجام را افتادن رفتن ایران که از این سفره بزرگ اونها هم نانی بخورن یا از این نمد کلاه سنگین و مقبولی برای خود بسازن. دوستان ساعت 3:21 است روز چهارشنبه و من از شما خداحافظی میکنم تا روز جمعه. روز جمعه امیدوارم که بتونم بیام برنامه اجرا کنم، ساعت 3 هم با آقای افشارها باشه. آقای افشارها هفته قبل به من گفت که نمیتونه برنامه داشته باشه، مسافرتی در پیش داره و اینها، و جالب اینجاست همون یک شنبه که من در نمایش بودم این تلفن رو برداشتم چک کردم و یه نفر گفته بود که ما یه کاری داریم، احتیاج به والانتیر داریم، یه کسی که بیاد داوطلبانه مجانی کار کنه. گفتم که یه، گفت جمعه. گفتم جمعه متاسفانه من برنامه دارم نمیتونم. ایمیلم رو که چک کردم دیدم آقای افشارها نوشته من جمعه نمیام. رفتم به ایشون گفتم من جمعه میام. بعد حالا آقای افشارها نوشته من برنامه عوض شده، من میام. گفتم من به اونا قول دادم باید با اونا صحبت کنم بعد به شما بگم. سه شنبه ما اینها رو دیدیم ولی اون کسی که مسئول بود ندیدم. پنج شنبه میبینم. بر اساس پنج شنبه هست که آیا ما دوشنبه برنامه داریم یا نه. برنامه آقای حسن ارشاد ساعت 4 بعد از ظهر ورجاست، ولی برنامه من و آقای افشار میتونید 50% روش حساب کنید. طرف گفت که به دوستش من عاشق دختر سلطان شدم. گفت آخه نکبت، میخوای سرتو بکنن و بزنن و فلان اینا. گفت بابا تو چقدر بدبینی، 50% این کار درست شده. گفت کدوم 50%؟ گفت من که راضیم، مونده 50% اونوری. حالا ما به شما 50% قول برنامه جمعه رو میدیم، ولی 50% دیگهش روی این اسپانیش ها، دوستای اسپانیشمون میگن 50-50 50-50 50-50 هست.
بله، این آقای سعیدی سیرجانی یه چیزی نوشته بود به نام مظهر العجایب، یعنی کشوری که آها، در رابطه با آقای اوسانلو دوست عزیزی که گفتی ایشون گردن کلفت و نمیدونم فلان، یادتون باشه این آقای سعیدی سیرجانی بیچاره وقتی آمد اینجا یه مصاحبه کرد با آقای کاردان، گفت من آقا از دست شما ایرانی های کالیفرنیا میخوام فرار کنم، پناهنده بشم به آخوندا برم زندان. برگشت اونجا، حالا کشتن سربی نیست کردن من نمیدونم، اگه کسی میدونه بیاین حرف بزنید. همه رو نباید بگیم این چون آزاده و اومده پس چیز بوده، فخرآور چون آزاده و اومده بیرون پس مزدور بوده با اونا بوده، باطبی چون آزاده و اومده بیرون اینه، و فقط اونایی که مردن مبارز بودن. خب اگه اینجوری باشه که ما یه قبرستون از مبارزین فقط میتونیم داشته باشیم. مظهر العجایب یعنی کشوری که در دوران متفقین یک ارمنی با خرش به علت شدت سرما در جاده قزوین به هشت گرد منجمد شده و در کنار جاده جان می سپارد. اهالی مسلمان اطراف از نعش مخلوق این انسان و حیوان امامزاده می سازند، چون این امامزاده برای زائرین معجزات کلانی ندارد. زوار آن را امامزاده بی غیرت می نامند و بالاخره زیارتگاه متروکه می شود. چهارشنبه 12 اسفند 1394 مسعود میرزا، آقای مسعود میرزا نوشتای خودش رو گذاشته زیر برنامه آقای سعیدی سیرجانی، و سعیدی سیرجانی گویا اینجوری میگه، بذارید براتون این رو بخونم. حالا چهارشنبه هست، یک کمی یکی دو دقیقه چیزای به قول آقای مینویی، آره امروز ساعت 6:30 برنامه آقای مینویی هست که امیدواریم صدا و تصویر، صدای ایشون خیلی بده، هر چی هم ما گفتیم هیچ کس عمل نمی کنه و این دوستان هی به مردم میگن پول بدین ما بریم ایران. آقا برید ایران چی بگید؟ مردم بخندن ازتون که یه میکروفون 20 دلاری شما نمیتونید وصل کنید. بابا داره بیچاره خریده، پول داره وصل کرده، نمیدونم اونجا مهتابی روشن میکنن چیه، مثل یه موتور گازی از اول برنامه تا آخر باز برنامه همجور میگه غرر صدا میده. سعیدی سیرجانی از ایران به عنوان مظهر العجایب یاد میکرد. مظهر العجایب یعنی کشوری که در آن اتفاقات نادر روی میدهد، یعنی کشوری که هیچ چیز سر جای خودش نیست، هیچ آدمیزادی در جایگاه واقعی خودش قرار ندارد. مظهر العجایب یعنی کشوری که چریکهای فدایی خلقش که برای مارکس و لنین سینه میزدند اغلبشان فرزندان آیت الله ها بودند، کمونیست هایشان فرزند فئودال ها و رهبران حزب کمونیستش نماز میخواند و روزه میگرفت. ببین اون دو قسمت اولیش که بچه کی بودن اون اشکالی نداره، چگوارا فکر کنم بچه خانواده پولدار بود، پدرش اگه اشتباه نکنم دکتر بود، اون ربطی نداره. ولی اگه میخوای بگی بگو اینا کسایی هستند که نمیدونم فدایی خلقش و کمونیستش، میاد توی تلویزیون شاه که دارن محاکمش میکنه میگه رهبر من امام حسینه. مظهر العجایب یعنی کشوری که مردمانش با دست خود گور خود را میکنند و بعد گناهش را به گردن آمریکا و انگلستان و استعمار و امپریالیسم و صهیونیسم میاندازند. مظهر العجایب یعنی کشوری که مردمانش صبح مصدقی هستند، عصرش توده‌ای هستند، غروبش سلطنت طلب و شامگاهش امت اسلام. مظهر العجایب یعنی کشوری که از میان خیلی عظیم روشنفکران و سیاستمداران و درس خواندگان و اهل تفکرش مردی به نام احمدی نژاد بیرون می آید و بر کرسی ریاست جمهوریش می نشیند. آقای سوهیلی، مگه همین آمریکا الان مظهر العجایب نیست؟ مگه این آقای ترامپ الان نمیاد با فوش و فضیحت داره میرسه به مقام اولی؟ مظهر العجایب یعنی کشورش که مردمی به هوخشتره و خشایاشا و اردشیر بابکان و شاپور زلکتاف و کمبوجیه و بوعلی سینا و مولانا و زکریای رازیش مینازند اما یک کلمه درباره آنها نمیدانند. مظهر العجایب یعنی کشوری که مردمانش برای ویران کنندگان میهنشان و برای آدمخوارانی که خواهران و مادرشان را به اسارت برده و آنها را در بازارهای بردفروشان بصره و بغداد فروخته و پدرشان را از بار شمشیر آبدار سبکبار کرده اند قمه میزنند و زنجیر میزنند و گریه میکنند و نوحه میسرایند.
مظهر العجایب یعنی مملکتی که مردمانش هر سال تنها یک دقیقه. شما دوستان تا حالا این رو چند شنیدی؟ یک بار میگن یک دقیقه، یک بار میگن دو دقیقه، یک بار میگن 27 دقیقه، یک بار میگن یک ساعت. نشون میده همشون مزخرف میگن و هیچ آمار دقیقی درباره این که ایرانی ها چند دقیقه در سال کتاب میخونن نیست. بعد مظهر العجایب یعنی کشوری که روشن فکرانش پس از گذشت 80-90 سال هنوز بر سر این که رضا شاه را انگلیسی ها آورده بودند یا نه برای هم شاخ و شونه می کشن. و اما آخرینش مظهر العجایب کشوری که مردمانش اگر دو نفر دور هم جمع بشوند حزب تشکیل می دهند و اگر تعدادشان به 3 نفر رسید انشعاب می کنند. البته راجع به این 2 نفر و 3 نفر و 4 نفر جوک های زشتری هم هست که 2 نفر رسیدن نشستن این بازی، 3 نفر اون بازی، 4 نفر حک بازی میکنن و الی آخر. دوستان عزیز دیگه فکر کنم بستون باشه. اگه بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم و رفتیم، اول ماه مارچ به عید ایرانی داریم نزدیک میشیم. حمایت از تلویزیون مردم فراموش نشه. ضمناً اگر آگهی دارید، بیزینسی دارید، میخواین پیام تبریک به دوستاتون بگید، زنگ بزنید، 2 دقیقه 3 دقیقه پیام بذارید، خواستید عکستون رو بفرستید، نخواستید مینویسیم از فلانی اسمتون رو مینویسیم، نخواستید مینویسیم از یک ایرانی که به هموطناش عشق میورزه. سلام بر تو ای دوست، ای هموطن، سلامی که خیزد ز جان و ز تن. از 100 تا از این درود ورودی ها پرسیدم آقا من اگه به جای سلام بگم درود، فردا چه خاکی بر سرم کنم با سعدی و حافظ و رودکی و مولانا و مولوی و اینها، شمس تبریزی، یک کدوم از این احمقا، از جمله آبرامیان که سردسته احمقا هست، یک کدومشون جوابی برای این نداره. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. حمایت از تلویزیون مردم فراموش نشه. مرسی.